سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. با یک ویدیوی جدید از تازه ترین خبرهای مربوط به فرانسه در خدمتتون هستم. بعد از سخنرانی که مکرون کردش، سوالات زیادی به وجود اومد در مورد شرایط جدید کرونا در فرانسه. ما شاهد یک اوجگیری دوباره تعداد مبتلایان کووید در فرانسه هستیم در یکی دو روز گذشته. حالا بهتون در نمودار توضیح خواهم داد. یک سری سوالاتی دوستان در کامنت ها مطرح کرده بودن که سعی میکنم به اونها پاسخ بدم و چند خبر دیگه در مورد وضعیت کرونا ویروس در فرانسه. پیش از اون، اگر که این ویدیو رو دوست دارید خیلی ممنون میشیم اون رو لایک کنید. این کار باعث حمایت از ما میشه. همچنین اگر عضو کانال یوتیوب ما نشدید، میتونید با زدن برای دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید. در این ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستان، همونطور که در تصویر مشاهده میکنید، من وضعیت آخرین وضعیت کووید رو از طریق این نمودار خدمتتون ارائه میدم. ببینید اینجا ما روند همونطور که حالا در ادامه ویدیو من بهتون روند واکسیناسیون رو خواهم گفت، اما از ابتدای امسال که واکسیناسیون شروع شده، روند مبتلایان کاملا نزولی هست. تا اینجا اگر نگاه بکنید، اینجا تقریبا 28 و 29 ژوئن روند پایین بود، اما این چند روزه، یعنی تقریبا در یک هفته گذشته، روند کاملا صعودی است، به طوری که روز 14 ژوئیه یا همون 14 ژوئیه که روز ملی فرانسه هستش، ما بیش از نزدیک به 9000 مبتلا داشتیم و این روند خیلی بالاییه به نسبت تقریبا دو سه هفته قبل، یا حتی میشه گفت یعنی ببینید از اینجا از 1 ژوئن، حتی توی 1 ژوئن آخرین آمار اینچنینی رو ما داشتیم، بعد از اون موقع کاملا نزولی بوده. یعنی از 1 ژوئن تا امروز که من ویدیو رو ضبط میکنم 15 ژوئن، شرایط یک جور هستش. یعنی از 1 ژوئن کاملا نزولی بوده و رسیده به 15 ژوئن که 15 ژوئیه معذرت میخوام، که روند مجددا بازگشته به 1.5 گذشته و این نشون میده که خطر جدی هستش و سویه جدید دلتا یا ویروس هندی هم فراگیر شده. و حالا در نمودار بعدی که روند واکسیناسیون هست بهتون توضیح خواهم داد که هنوز جامعه به اون ایمنی عمومی نرسیده. در اینجا آخرین روند واکسیناسیون در فرانسه رو خدمتون ارائه میدم. همونطور که مشاهده میکنید روند کاملا صعودی هستش. این سبز پررنگ و سبز کمرنگ نشون دهنده تعداد افرادی هستش که هر دو دوز رو زدن و یا اینکه یک دوز رو زدن. سبز پررنگ یک دوزه و سبز کمرنگ هر دو دوز هستش. خب ببینید، آخرین آمار نشون میده که 35 بیش از 35 میلیون نفر، یعنی 52% جمعیت فرانسه، حداقل یک دوز رو زدن و بیش از 24 میلیون نفر، یعنی 36% جمعیت فرانسه، به طور کامل واکسینه شدن. میدونیم که برای اینکه اون ایمنی عمومی حاصل بشه بایستی حداقل 65% جمعیت واکسینه بشن و یکی از دلایل اینکه مجدداً روند ویروس، روند مبتلایان به کووید صعودی شده این هستش که هنوز اون ایمنی عمومی حاصل نشده. هنوز یک سری هستن که نمیخوان واکسن بزنن به هر دلیلی، یا و اینکه به هر حال سویه جدید هم یک سویه هستش که یک ویروسی هستش که به سرعت پخش میشه و واگیرداریش خیلی بیشتر هست. به همین دلیل من گفتم که در این ویدیو توضیح بدم و هشدارهایی که مقامات بهداشتی میدن باید جدی گرفته بشه. برای واکسیناسیون در فرانسه از طریق وبسایتی که وبسایت رسمی که خود دولت فرانسه تهیه کرده برای واکسیناسیون بایستی استفاده بکنید. سایتش هست vitmadose.fr که اگر که برای این سایت کلیک بکنید، این صفحه اصلی وبسایت هست. خیلی ساده شما اینجا دپارتمان مورد نظرتون رو میزنید، مثلا پاریس فرض بفرمایید، و بعد اینجا دو تا گزینه به شما میده: اوپلوب خوش یا دیسپونیبل اوپلوب ویت، یعنی اینکه نزدیکترین به شما یا اینکه سریعترین وقتی که میتونید بگیرید. هر کدوم حالا بر اساس ترجیحتون میتونید انتخاب بکنی و وقتها رو اینجا بهتون نشون میده. نوع واکسن رو هم مشخص کرده، آسترازنکا هست، فایزر هست و واکسن های دیگه که میتونید انتخاب بکنید چه واکسنی رو بزنید، وقت بگیرید و
مراجعه کنید. آدرس و تلفن و مشخصات اون مرکز رو هم کنار هر کدوم از این نتایج جستجو میاره و میتونید انتخاب بکنید و واکسن بزنید. امروز من در روزنامه لوموند میخوندم که هدف اصلی صحبت‌های اخیر امانوئل مکرون از سخنرانی دوشنبه شبش که من در ویدیویی کار کردم تشویق شهروندان فرانسه به واکسیناسیون عمومی بود بر علیه ویروس کرونا. بخش قابل توجهی از جمعیت کشور و حتی در میان بخش کارمکنان درمانی و امدادی تاکنون از این کار پرهیز کردن. به خاطر همین صحبت‌های امانوئل مکرون رو اینجوری تحلیل کردن که تشویق و تحریض در واقع شهروندان به واکسیناسیون علیه کرونا بود. همچنین امانوئل مکرون با آگاهی از مقاومت بخشی از شهروندان، اجباری بودن واکسیناسیون برای کلیه کارکنان بخش درمانی و امدادی رو اعلام داشت و به اونا تا 15 سپتامبر فرصت داد که در این زمینه اقدام کنن. او گفت که از این تاریخ به بعد نظامی برای کنترل و حتی مجازات وجود خواهد داشت. بر این اساس کلیه کارکنان بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز گوناگون درمانی و بهداشتی، کارکنان خانه‌های سالمندان و نیز کسانی که با افراد آسیب‌پذیر سر کار دارند مشمول این تصمیم می‌شوند. روزنامه لوموند نوشته که مکرون هرچند که واکسیناسیون رو برای عموم اجباری نکرده، اما گفته که در مرحله بعدی این موضوع درباره همه افراد مطرح میشه. به گفته رئیس جمهور فرانسه در حال حاضر بر مسئولیت شناسی افرادی که تاکنون تن به واکسینه شدن ندادن حساب میکنه، زیرا این کار تنها راه سلامتی و نیز تضمین آزادی همگانی است. در بخش دیگری از صحبت‌های رئیس جمهور فرانسه ما شاهد اشاره او به کاهش ایمنی در برابر ویروس کرونا بودیم. این کاهش در مورد کسانی که دو دوز واکسن رو تزریق کردن به وفور مشاهده شده. مکرون گفته که از آغاز پاییز پیش رو کلیه افراد میتونن از دوز سوم هم بهره مند بشن. تصمیم مهم دیگری که گرفته شده داشتن پاسپورت اجباری، پاسپورت بهداشتی اجباری در فرانسه هستش. همونطور که گفتم در اماکن جمعی مثل تالارهای کنسرت و مراکز تفریحی و ورزشی واکسیناسیون و داشتن این پاسپورت بهداشتی اجباری خواهد بود. این تصمیم از روز 20 ژوئیه به اجرا گذاشته میشه و اماکنی رو در بر میگیره که همزمان بیش از 50 نفر در اون حضور پیدا میکنن. همچنین دولت فرانسه اعلام کرده که به زودی اجلاس فوق‌العاده پارلمان برای بررسی قانونی به این منظور تشکیل خواهد شد تا از اول ماه اوت داشتن این پاسپورت برای حضور در سینماها، تئاترها، کافه ها، رستوران ها و سفرهای طولانی با قطار هم اجباری بشه. همونطور که در ویدیوی قبلی گفتم تا تست شناسایی کرونا از هفته های آینده به صورت رایگان خواهد بود و کسانی که ترجیح میدن که واکسینه نشن میتونن از تست PCR استفاده بکنن برای سفر کردن و جاهایی که حالا نیاز به اتستاسیون واکسن داره. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خیلی ممنون میشیم که اون رو لایک کنید. اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید میتونید با زدن برای دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.